به نام خدا سلام وقتتون بخیر دقت کردین یک بطری رو وقتی میخوایم مایع درون اون رو خالی کنی باید به آر او رو به صورت شیبدار بگیرید هرچه درصد شیب شما بیشتر بشه سرعت تخلیه اون مایع چند برابر خواهد بود اگر این بطری رو سر و ته کنی و رو به زمین بگیری مایع درون او یک جا خالی خواهد شد وجود انسان ها هم همین گونه است کم کم با خرابی ها پر میشه بعد بستگی داره چقدر شیب بدی تا اون فکر خراب گناهت و خطات بیرون بریزه لذا خداوند متعال میفرماید هر وقت خطا کردی به خودت یک شیبی بده تا تموم اون مایع خراب حالا یا اون چیزی که توی گناهان تو شکل گرفته در وجود تو بریزه بیرون سخت شد خیلی آسونه ببین میفرماید بهترین حالت در برابر خداوند متعال حالت سجده است شما وقتی سجده میری تمام غرورت تمام کبرت و حسدت و تمام بدیهات بیرون میریزه و تو آرام و پاک خواهی شد لذا سر از سجده که بلند میکنی آرامشی داری و شدنی موفق باشید باز هنگام نماز آمده از موقع راز و نیاز آمده از گوش کن میشه نوی بانگ از آن انعکاسه خوش آهنگ از آهنگ از, آهنگ از, آهنگ از آهنگ. مهربان داور ما منتظر است مونس و یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به سپاریم دمی دل به خدا خوش کن یا تو را میخوانم بهترین کار تو را میخوانم بهترین کار تو را میخوانم بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا. بسم الله الرحمن الرحیم الهی و ربی ملی غیرک با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام و عرض ارادت و ادب خدمت شما بینندگان عزیز دوستان و همراهان همیشگی امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید در لحظاتی قرار گرفتیم که خداوند متعال یک بار دیگه سفره رحمتش رو په کرده و من و شما رو مهمان سر اون سفره میخواند و امیدوارم که دلتون شاد و لبتون خندون باشه و روزگار بر وفق مرادتون بگذره از اینکه قصد دارید مثل هر روز سخاوتمندانه با ما همراه باشید بسیار بسیار ممنون و متشکرم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم؟ اگر از این دستورها روی گردان شوید جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خیشاوندی کنید جوانی از امیر مؤمنان علی علیه السلام سوال کرد از کجا بفهمم که خداوند عبادات من رو پذیرفته است حضرت فرمودند از اون جایی که ببینی پس یک عبادت تو عبادت دیگری جلوی تو قرار میگیره و تو اون رو با شوق انجام واجبات که واجب است باید انجام داد اما مستحبات است که به انسان نشون میده که اهل عبادت هست یا خیر اگر دیدی در مستحبات که داری انجام میدی شنیدی جای دیگری یک مستحب دیگری هم هست بر انجام اون مستحب دوم هم اشتیاق پیدا کردی بدون خدا اعمالت رو داره قبول میکنه با سوال کرد از کجا بفهمم که خداوند من رو بخشیده یا نبخشیده حضرت پاسخ دادن اگر بعد از گناهی که انجام دادی توبه کردی دوباره حال عبادت و مناجات به تو برگشت بدون خدا توبه تو رو پذیرفته و تو رو بخشیده و اما سوال سوم از کجا بفهمم که اعمال من رو نپذیرفته فرمود اگر دیدی عبادت در درون تو تأثیری نمیگذارد بدان که خداوند اعمال تو رو نپذیرفته من اضافه میکنم دیدی توی قرآن هممون برامون سؤاله که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولی خیلی وقتها خطا هم انجام میدیم آدم نمازخونه صفحه اول مسجد هست اما تو کاسبیش هم داره کم و زیاد میکنه بزرگان میفرمایند نماز او نماز نیست و الا خداوند صادق القول است مگه میشه خداوند بفرماید نماز مایه جلوگیری تو از گناه است ترجمه همون آیه به تعبیری پس چی میشه خطا میکنیم خدا که دروغ نمیگه العیاذ بالله پیداست عمل من عمل درستی نیست نماز من نماز کاملی نیست شاید از نماز فقط ظاهرش رعایت کردم اگر تازه رعایت کردیم بعضی هامون هم که عین آدم هایی که خیلی خیلی کارهای واجبتر از این دارند که پیش خدا بایستن با نماز به بدرفتاری و سرسری گرفتن و نظیر این اعمال رفتار میکنن نماز خصوصیاتی داره شرایطی داره که اگر رعایت بشود قطعا دست من و شما رو خواهد گرفت خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون برنامه بربال ملک این سوال کماکان در ذهن همه دوستان نقش میبنده که چرا خدا رفتاری رو که با جامعه ایمانی داره با جامعه غیر ایمانی به نحو دیگر و سبک و سیاق دیگری داره ببینید من پاسخم رو به نحو دیگری امروز میخوام بیان بکنم گناه باعث کمی روزی میشه در روایات داره وقتی جامعه گناهکار شد باران بر اون جامعه و بر اون مردم دیگر نمیبارد و به نوعی از رحمت الهی به دور خواهد بود اما نگاه میکنیم جوامعی که اهل ایمان نیستند و به تعبیر خودمون کفرستان هستند ولی باران بر اونها میباره و نعمت هام به وفور هست پاسخ رو این گونه بیان میکنم خدمت شما به هر حال در باز خواست کردن بچه محسلی که توی مدرسه میره و درس و مشقش رو نمی نویسه به مراتب با یک بچه ای که مدرسه نمیره تکلیفی رو نداره و از طرفی هم بی پدره و ولگرد توی کوچه ها هست به مراتب فرق میکنه شاید کسی از یک بچه بی پدر بی پدر به معنای یتیم نه رهاش کرده باشن اصطلاحا کوچه گرد و ولگرد باشه به مراتب انتظاری که از او دارن پایین تر از از کسی است که صاحب یک اصالت یک خانواده است درس میخونه مدرسه میره ضمن این که آدمی که مدرسه میره چوبش دو برابر اون ولگرد کوچه هاست یه چوب از مسئولین مدرسه میخوره و یک چوب از خانوادهش میخوره حالا این چوب به معنای کتک جسمانی نیست از اهل مدرسه بیتوجهی میبینه توی خونه از پدرش از پول تو جیبیش دیگه خلاصه خبری نخواهد چرا؟ چون این بچه ای که توی مدرسه میره در جامعه دینی و جامعه تربیت دینی به تعبیری قرار گرفته مثل ما آدم که ادعای ایمان داریم ادعای مسلمونی داریم خدا رو به وحدانیت قبول داریم پس در یک چارچوب ایمانی و تربیت دینی قرار گرفتیم اما اون ممالک اون مناطق اون جاهایی که توی این فضای منطقه دینی مدرسه تربیت دینی قرار نگرفتن به مراتب پرسش و بازخواست کمتری برخورد دارند لذا اینجا رحمت میبینند و باران بر سر اونها هم نازل میشه و مایی که به عنوان مؤمنین و مسلمانان هستیم چون خطا کردیم چوب بیشتری خواهیم خورد این یک مثال عینی برای این پاسخ که چرا خدا بین آدمای مؤمن و غیر ایمانی تبعیض قرار میده و همه رحمت ها رو اینور میده بارها دیدیم مردم در این ممالک اسلامی نیازمند باران رحمت الهی هستند، نیازمند بارانی هستند که آبشون رو تأمین بکنه که الان میبینیم این همه درگیری ها داریم به خاطر بی ها ولی مثلا در یک کشور کفر و کشوری که بوی از ایمان محمدی نبردند این چنین باران میباره و حتی به سیل هم می انجامه. که اون سیل باز دوباره یک عذابی است بمانه واردش نمیشن ولی همون بارانی که مزارع اونها رو سرسبز میکنه مراتع اونها رو خوشاب و میکنه درختان اونها رو پربار میکنه چرا برای ما نباید باشه برای اینکه ما منتسب به اهل بیتیم برای اینکه ما ادعا کردیم داخل یک دایره خاص شدیم خدا هم با ما به طور خاص رفتار میکنه قطعا شما پدر رفتاری رو که با فرزندت داری با حتی رفیق فرزندت که به شما انتصابی نداره اون مدل رفتاره رو نداری خیلی وقتها الان این مثال رو بزنم بهتر میفهمین حرف من رو خیلی وقتها شما صاحب فرزند هستی با بچه دعوا میکنی باهاش تندی میکنی چرا میگی دارم ادبش میکنم اما اگر همون خطا و اشتباه رو از دوست پسرت ببینی اگر دعواش نکنی باش خوش رفتاری هم نکنی یه حداقل دیگه او رو همجور رها میکنین دیگه بعد بچت میاد میگه رفیقم هم این کار رو کرد چرا اونو دعوا نکردی بهش میگی بابا تو پسر منی اون پسر یک کسی است. ما منتسب به اهل بیتیم فرمودن برای ما زینت باشید نه برای ما مایه خزلان و سرفکندگی خدا میخواد من و تو رو به نحوی ادب کنه که دشمنانمون رو شاد نکنه خدا میخواد به نحوی با من و تو رفتار بکنه که یک بار گوشمون رو بیشتر نچلونه یک بار بیشتر ما رو تنبیه نکنه و این تنبیه رفقا تو پرانتز بگم آروم بگم نامهرمانش نبن تنبیه خدا برای مؤمنین یعنی من تو رو دوست دارم یعنی حواسم به تو هست و الا مثل بچه ای توی کوچه و خیابون که کار بیادبی میکنه و منو تو از کنارش رد میشیم منهای موضوع امر معروف برامون اخ اهمیتی نداره لباسش کثیفه بهش نمیگیم چرا اینجوری هستی ولی وقتی بچهمون رو دوست داریم روی ذره ذره اعمال او دقت میکنیم یعنی من تو رو دوست دارم این خدا ستودنی است این خدا پرستیدنی است برادر من خواهر من اگه دیدی خدا داره باهات بازی میکنه به قول امروزی ها نگو خدا سر کارم گذاشته بگو خدا منو دوست داره حواست باشه دست از این خدا نکش

تسك له ارضك تامر وتمتعه فيها هاته الى برحمتك يا ارحم الراحمين سلام و درود خدا بر شما بینندگان و ممنون از همراهی و حضورتون پای گیرنده ای که متعلق است به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام تحت عنوان شبکه جانی بیت علیه السلام در محضر استاد خوبم جناب حجت الاسلام شیخ احمد وافی هستیم اجازه بدین سلام و عرض ارادت داشته باشم جا سلام علیکم السلام و رحمت الله من خدمت شما و همین بینندگان گرامی عرض سلام دارم امیدوارم که بحث قابل استفاده ای باشه برای همه الهی خب در برنامه قبل پیرامون خرج و برج و ملزومات زندگی و پذیرفتن یک سری شرایط اقتصادی روز و به نوعی مدیریت معاش حالا شاید تحت این عنوان بیشتر مشهوره از نگاه طبعا دینی دیگه قرار از صحبت بکنیم مقدمه ای رو شما چی دیدی؟ یک بندی بسیار خوبی رو داشتید از امور اضطرار تا اسراف حالا این شرحش رو امروز قرار با شما در خدمت همونطوری که فرمودید ما در مسائل اقتصادی خانواده نیازمند یک مدیریت هستیم هم علمی هم تجربه خب الان رشته مدیریت رشته علمی مطرح در دانشگاه های جهان حتی من یه مطالعه دم دستی میکردم به عنوان اطلاعات عمومی ما یک رشته داریم رشته مدیریت بدهی یعنی شما مجبور میشی به خاطر بعضی از هزینهها ها قرض بگیری این بدهیاتو چطور مدیریت کنی م. مثلا من کی قرض این اینجا که سر رسید اومد مثلا یه قرض دیگه بگیرم از کی بگیرم چه جوری بگیرم الان شما تو اینترنت بزنید بدهکارترین کشورهای جهان اولیش آمریکاست نوشتم چقدر بدهکاره حالا علت هم داره بخاطر اینکه اون پشتوانه دلار رو برداشتن گفتن ما چون دیگه از نظر سیاسی قدرتمندی نیازمند پشتوانه نیستیم و دیگه دلار چاپ میکنن و اینها ولی همون بدهی های خودش رو مدیریت میکنه لذا هنوز هم قدرت مطرح اقتصادی در جهان مطرحه با اینکه بدهکارترین کشور جهانه اگه یک شخص عادی یا یک کشور عادی بدهکار بشه رو به ورشکستگی میره اما اینا سعی میکنن اگه در موارد بدهی بالا آوردن خودشونو نبازن و همون بدهی ها رو کنترل کنن این مثال بود که حتی میشه بدهی ها رو هم به نحوی مدیریت کرد که زندگی از اون ریلی که جلسه قبل عرض کردیم خارج نشه اما من عرضم تو این جلسه در مورد تفاوت بین خرج و برج و تعمل روی اینکه که چه مقدار از برج و میشه حذف کرد یا کاهش داد ما هیچ وقت به فکر نیستیم گایی آقا زندگی خرج داره برجم که به طور عادی و بیاییم ما قیچی دست بگیریم الان اوضاع سخته من از این کسانی که خیلی خوشبینانه صحبت میکنن خیلی راضی نیستم به اینکه ما هم که میبینیم حالمون مساعد نیست آقا واس خوبه نه اینجوری که میگن نیست و کشورهای دیگه بدتر هستن و بالاخره ما در اینجا زندگی میکنیم ما یه حداقلی همه جامعه نیاز دارن خیلی ها زیر خط فقرن حالا خط فقری هم که تعریف میکنن خیلی بالاست ما نمیخوایم اوزار رو خوب جلوه بدیم ما میگیم با تمام این مشکلات آیا میشه این زیر این خروارها مشکل یه نفسی کشید و به حیات ادامه داد یا نه یه قیچی دست بگیریم یه قیچی مجازی بله. ببینیم کجا رو میشه قیچی کرد حالا اوتا. یه جایی رو راحت میشه قیچی کرد یه جا رو قیچی میکنه یه دردی هم میگیره ولی قیچی میشه یه جایی نمیشه بلد. الان بلا تشبیه مثلا من منظورم کوی آدم مزتر میشه خدا برای هیچ مؤمن و شیعه پیش نیاره مثلا میرن کلیه رو میفروشن هیچ که نمیره قلبش بفروشه یا یه قلب که دیگه من از من کلیه رو میفروشم که ادامه حیات بدم یه نیازی دارم خدای نکرده بچم مریضه بیماری مشکل اینا ببینید حتی شده گاهی انسان ها این مدیریت ها دیگه بخن... در تنگنای خاص تقصیرش به عهده خیلی هاست و پاسخگو باید باشن باشه. ولی این شخص خاص الان دیده الان باید یه کلیه بفروشه حرکتی بازالیده. تا فلان در خب این قلبش نمی بفروشه <تصفح> اما اگه نیاز بشه بشه که کمتر از کلیه رو فروخ اونو حاضره طبعاً یه یا کار بسیار سختی تن بده الان بعضیا گاهی دو شیف سه شیف کار میکنن مگه دلش آدم میخواد هشت ساعت استراحت کنه آدم میخواد شب تا صبح چیز نره بچهش باشه هیچ آدمی نمیخواد شب کار باشه اما گاهی ضرورت میشه پس این قیچی که من میگم ببینیم کجا رو به راحتی میتونیم قیچی کنیم کجا رو با کمی درد میتونیم قیچی کنیم و کجاها دیگه ضروری الان باید مسارف اضطراری و ضروری و لازم رو تعیین کرد و از غیر لازم و مفید و خوب و خوشایند گذشت چشم بس جای, جای, جای تو از این گردنه رد بشه جناب آقای موسی قدیمی ها می گفتن این نیز بگذرد بله خب شرایط سخت ما شرایط سخت هم پشت سر گذاشتیم هم جهان هم ایران میدونید که حدود 100 سال پیش ایران دوچار چه قحطی شد که ده میلیون نفر از دنیا رفتن از جمعیت تقریبا 20 میلیونی نصف مردم سال 298 قهدی بزرگی اومد و مشکلاتی پیش اومد ما از چیزا گذشتیم میگذریم انشالله این اوضاع هم میگذره دعا کنیم انشالله هم مسئولین امر تدابیر خوبی بیانجامن هم مردم قناعت همکاری هم فکری الان ما چیکار کنیم خب الان ما تو این شرایط من دیدم بعضی از این بنرها پخش میشه توی شبکه مجازی نمیدونم از سر اطلاع رسانی یا دلسوزی یا مثلا خدای نکرده شیطنتی نوشته آقا هر بارداری حساب کرده 50 میلیون هزینه داره یعنی شما میخوای اقدام به بارداری بکن بدون از اول بارداری تا زایمان 50 میلیون هزینه داره چیکار میکنن یکی یکی تست های متعدد آزمایش ها مراقبت های ویژه تغذیه هایی که مثلا سفارش میشه دیگه دیگه, دیگه تست های غربالگری و اینا سونوگرافی بابا این زمان قدیم نه قدیم 100 سال پیش همین 20 30 سال پیش یک خانم باردار اگه مشکل خاصی نداشت فقط اگه میخواست تشخیص بده قبل از تولد که نوزادش پسر یا دختره میرفت کجا سونوگراف سونوگراف حالا نمیدونم چقدر هزینه داشت یا نداشت الان اینا رو باید بشینن خود متدینین از پزشکان کسایی که متخصص هستن حرفاشون خریدار داره ببینید من الان میخوام یه حرفی پزشکی بزنم اولا در حد و شعنم نیست بعدش هم ناجد اطلاعات عمومیه بشینن کارشناسان ما متدین کم نداریم بله ما پزشک متدین کم نداریم نمیخوام گم خیلی هم زیاده ولی کم نداریم به حد نیاز هست بگن آقا اینه که الان این روند بارداری که حالا یا مده یا کلاس یا القار و اونا که میخوان درآمد کسب کنن اصلا میگن ضروریه یعنی آقا تو باید این تستا رو بدی وگرنه معلوم نیست بچت اون طرف هم میترسه دیگه یا اقدام به بارداری نمیکنه یا بعدا به قرض و قوله و مشکلات میفته بشینن این فرایند بارداری من تقاضا میکنم از متخصصین متعهد پزشکان بشینن یک بار دیگه تعریف کنن ببینن که آیا واقعا این پنجاه میلیون نیازه یا میشه با پنج میلیون هم سرتش به هم آورد پنجاه میلیون اصلا وحشت ایجاد میکنه این بارداری جهیزیه که قبل از ازدواج هست یکی هم برای دختر سالها قبل میخوان تهیه کنن جهیزیه همه دوست داریم بهترین زندگی داشته باشیم هیچ کس نمیگه اصلا قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده طیبات و زینت مال مؤمنینه همه دوست داریم در رفاه آسایش نه در روات اومده مثلا از سعادت انسان از دار الوسیعه یک خانه وسیع داشته باشه خونهش یه حیات وسیع باخچه حوز همه میخوان اما حالا که اوضاع سخته آیا همه چیزی که به عنوان جهیزیه خریده میشه تلویزیون از چند میلیون شروع میشه نمیدونم سه میلیون تا, درسم تا چقدر نه. تا 40 50 تومن بله بله فرضی حالا حدسی میگیم خب خب اگر میشه با سه 4 میلیون این نیاز به تلویزیون که اگه نیاز باشه ما داریم خانوادهایی که تلویزیون نمیدونم. ندارن نه اینکه سنتی اونجا نه, نه. آقا الان همه خانواده گوشی دارن بسیاری از چیزهایی که قدیم به تلویزیون وابسته بود با گوشی حالا خبر میخوای، حتی فیلم حتی برنامه‌ای که میتونی حتی انتخاب اصح... کنی دانلود کنی بعضی وقت فرصت احسن... دیدارش دیدی خود من الان دیگه خیلی فقط تلویزیون تو خونه مونه ما نیاز مثلا زن و که تازه ازدواج میکنن که بچه ندارن بله. خب زن و شوهر هر کدوم کاری دارن شغل دارن اصلا ممکن تلویزیون وقتگیر باشه براشون خیلی از نیازها اگه نیاز بذاریم چه نیازی ما همیشه گاهی روزهای روزای تعطیل بزن اخبار ساعت هفت صبح اخبار. هشت بعد از پنج بار اخبار میبینیم که تقریبا هم چیه؟ تکراری است. پس بعد کمک این کنم بله. خود صدا و سیمای داخلی یک بار یه برنامه مسابقه ای بود من خودم شاهدش بودم یازده قلم از اجناس جهیزی دختر رو اعلام کرد که اینا کم مصرفن و بعد به مسابقه گذاشته بود, بود که کدومش هیچ استفاده ای نمیشه بالای 845 درصد توی همون مسابقه جواب دادن که مثلا چرخ گوشت چون همه گوشت چرخ کرده از بینو یا بسته میگیریم یا قصاب داریم میگیریم و نظائر این ابزارها که شده دکور بالای کابینت ها که اصلا یه میخره یه حرفی اونم باید بس کنه آره یه کسی قرض اصلا ضرورت میخاره. نیست چه برا دارا چه برای ندارش قرض میگیره زیر و نظاهر حالا این مباحثا میره. ما مورد مصادیق نمیتونیم آره نمیخوام ریز بشم میکنه سلیقه فهم میکنه گاهی میگه اصلا من اینو نداشته باشم اصلا میمیرم خب در حالی آره که برای ما چیز خنده داره ما نمیخوایم دخالت کنیم توی تشخیص مردم ما میخوایم یه قیچی دست بی... دیدی که مثلا یه خونه تکونی میشه یه هفت تا چیز اضافه, مثلا من سر کوچه تا حالا هم استفاده آره. نه یه قیچی دست بگیر ببینیم حالا یه وسیله نیاز داریم خب با از 5 میلیونی هست تا 5 میلیون کلاس گذاشتن مال وقتیه که آدم داره آقا داری کلاس بذاری دیگه نداشتی یه چرا کلاس بذاری کلاسی که ملازمه با قرض و بدهی و فشار و سختی این خیلی مهمه البته موافق این هم نیستم که ما بگیم آقا فقط جنس های ارزان قیمت بخریم ولو کیفیت پایین باشه اتفاقا نه اتفاقا اگه ما جنسای بی کیفیت رو نخریم اون سعی میکنه کنه کیفیت رو بالا ببره یه اخلاق خوبی که گاهی میشنویم من که خارج به اون معنا البته خب مکه ما شرف شدیم کربلا که حالا اینا تو عرف ما خارج حساب نمیشه <تصفح> نرفتم ولی شنیدم ظاهرا درست هم است یکی از اخلاقیات خوبی که بعضی از کشورها گاهی گایش میشه، یه جنسی گرون میشه مردم نمیخرن بله خب اون مجموع میشه این مقدار تعدیلش بکنه ما چرا اینجوری کیفیت رو بیاره در حد این مدیریت نیست؟ دقیقا این دقیقا مدیریت خب اگه بخواد بخره اونم گرونتر میکنه یا همون جوریه خب خر میگه آقا دست جمعی میگه ما نمیخریم یه عزم ملی حرکت میشه حرکت در راستای مدیریت اقتصادی ما به قول شما که گفت از تو حرکت ما میخوام هیچ حرکتی انجام ندیم و فشار هم روی ما برداشته بشه یا چی بشه کم بشه آقا هزینه‌های بارداری رو تقاضا میکنم یه نفر اگه خودتون کارشناس دارید یه بار بحث بشه که چه مقدارش نیازه چه مقدارش نیاز نیست حتی چه مقدارش مزره من شنیدم بعضی از این تست ها اون اشعاش حالت تهاجمی داره بله. مواردی بوده جناب آقایی این ما قبل نباید سخت جنین بحث کردیم موارد بوده در اثر این تست و آزمایش جنین آسیب دیده م. جنین سالم بوده بله. اصطلاح میگن سارن اشعای تهاجمی اینا باید بررسی بشه مواظب باشیم آقا من باردار میشم اصلا به پزشک مراجعه نمی کنم خودم یه کارایی انجام میدم و با 5 میلیون با کمتر بیشتر این بچه به دنیا میاد حالا آره متوقف برنبارد. کنیم برنبارد. یه این فاصله, این فاصله بگیریم آره مثال های بعدی رو در بخش دو. یه فاصله کوتاه رسانهی تقدیم شما میکنیم برمیگردیم و ان ادامه این صحبت ممنون و تشکر بابت همراهیتون شما هم میتوانید در نظیر این گونه بحث ها با ما همراهی بفرمایید نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما به شماره ای که هم اکنون و در طول برنامه براتون زیرنویس میشه بفرستید برای برنامه پربال ملائک و به هر حال این داد و ستد نظرات و انتقال تجربیات شما بزرگترها که به هر حال دارید زندگیتون رو اداره میکنید و برای جوانترها بایستی انتقال داده بشه و درس ها به اونها بیان بشه میتونی توی همین مسیر برای ما بفرستی در برنامه بیان بشه و انشاءالله هممون از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم و یک زندگی خوب زیبا و به هر حال سختی مال دنیاست یه تعبیر من به کار ببرم جناب آقای وافی یه کسی میگفت اگر این دنیا خیلی خوب بود اسم قبرستان رو بهش نمیگذاشتن <applause> خواهد <خاطر> اینجا بهش <applause> یه مقدار ظاهرش آره شاید مثلا دست پایین این جمله ولی خوب روش فکر میکنی بینید دنیا با سختی و گرفتاری ممزوجه امیدوارم که برای همه به بهترین نحو ممکنه و سهلترین وضعیت موجود رقم بخوره و انشالله زندگی ها ممزوج با عواطف و احساسات باشه انشالله در خدمت شما هستم نه میل دارم و نه درسته که خیلی وارد جزئیات بشی. بله. من میخوام چند تا مثال بزنم ممکنه یه مثال من به نظر کسی غلط بیاد خیلی خوب جایگزین کنید در این که ما یک هزینه های اضافی یا غیر لازم داریم این شکل نیست شکل. تشخیص مصداق ما نمیخوایم خیلی تحمیل کنیم بر بینندگان اما این که شما فرمودید تجربیات جناب آقای موسوی وقتی که بزرگترها دوره سفره میشینن یا توی جمعی هستن متاسفانه hey, هی آقا قدیم ارزون بود اول انقلاب اینجوری بود فلان بود بابا تجربیات خودتون هم منتقل کنید تو همون دست چیکار می‌کردید می‌کردیم ما اینجوری مدیریت می‌کردیم مدیریت غیر از که یک علمه گاهی پیرزن و پیرمرد بی سواد دیگه 5 تا 7 تا بچه ده میره 7 تا بچه یعنی 7 تا عروس دامادم رو گفتم آ رو گویا آقا کسی که به قیافش هم نمیگه من 7 8 -10 تا پسر دختر عروس کردم رفتن الان با خانومم تنهایی گاهی نوا میان دیدن ما خب اینا تجربیاتی دارن گاهی ما از تجربیات قدیمی ها استفاده کنیم مثلا امیدوارم مسخره نکنن بینندگان آقا دست دوم حالا وسیله دست دوم قدیم سمساری ها خیلی مشتری داشتن یا حتی الان به سبب دیوار اومده دیگه آره اونم خوبه خیلی بله اون کار خیلی خوبیه این چیزای مجازی فروشگاه مجازی خیلی عالیه خیلی از وسایل از اون طریق به ارزونی و راحتی تهیه میشه آقا ما یادمون هنوز ما یادمونه حالا دیگه پدران ما جای خودشون که آقا شلوار برادرمون کوتاه میشد ما میپوشیدیم بله. حتی ما گفتیم این شلواری داداش همه مثلا مثلا این مثلا چادر آه آه آه. آره. این وصله کردن نه وصلهای های مدیا آقا پاره میشد وصله میکردن خانم ها حالا بله رفوگری جور... الان ما جوراب پاره و جوراب که پاره میشه میزه با جوراب که پاره میشد میدوختن وصله میکردن یعنی یه وسیله اینا مدیریت بود تا بله جایی که ممکنه استفاده کنن گاهی یه پسری یا دختری عروس داماد شده بود هنوز لباساشو بچه کوچیکا چیکار میکردن می استفاده میکردن ما یه گهواره داریم تو خونمون با پدر من آشنا هستید بله. چه زیاد دارن این گهواره من توش بودم الان, الان بچه آخر داره توش چی حرکت میکنه شاید چهل سال سی سال بنش شده فاصله, فاصله, شده نیست. حالا اینو میخوام بگم این دست دوم چه ننگ و آریه و چقدر صرف جویی میشه من حالا جا برای جا تازه دا... عروس نمیشه مردم حرف در میارن فرصتی بدن یه چند روزی که گذشت رو تهیه میکنن آقا یه یخچال دست دوم تره تمیز حالا آره یا یه تعمیری میخوای یا یه مثلا کای چیزی میخوای یه رنگی بهش میزنن درست میشه چرا باید نو باشه این نو بودن این جدید بودن این تازه بودن آره. و من در جایی میخوندم که در یکی از کشورهای اروپایی شاید آلمان اگه اشتباه نکنم خیلی عجیب کتاب درسی بچه ها معمولا ما اول سال چندین میلیون کتاب درسی چاپ میشه این کتاب درسی از بچه آخر سال پاره میرزن دور تاموش هفت سال از یک کتاب درسی هفت سال استفاده میشه ببین چقدر اینا رو آموزش دادن و فرهنگ سازی که اینا رو چقدر تمیز نگه دارن شاید توش خیلی ننویسن یا با خودکار ننویسن ببینید این طرف تا... کلاس هفتم رسیده کلا... کتابش کلاس اول داره استفاده میکنه همین در کشور عراق هم من آه. دیدم آه. و این میکنن بچه‌ها کتابا رو پای سال تحویل میگیرن ابتدای سال به گروه بعدی واضحه دیوار به دیوار ما موسیقی. الان ما الان کتاب آخر سال پاره پوره اولا یاد نمیدین بچه چون نگه داره بعدش هم یه چی دیگه سال دیگه دوباره کتاب چاپ بشه دوباره با این هزینه گذاف با این هزینه گذاف کاغذ اینا این مدیریت بوده بابا استفاده کردن از وسایل قابل استفاده حالا نمیخوام یه خیلی دا پیرهن و تا دستمال که بخواد آره اون نه ولی انداده که بشه استفاده این مدیریتیه بله. قدیمی ها مدیریت عجیب چرا آقای مصدقی بخوام بگم حرف زیاده از برنامه خارج میشیم یکی از مشکلات خانوما الان میگن آقا بابا با چند جور غذا درست کنی؟ بچه ها مثلا مثلا 5 تا چهار تا سه تا بچه دارن من بعد سه جور غذا آقا این میگه ماکارون دوست ندارم میگه مثلا فلان دوست ندارم من یادمه ما هم همه غذا رو دوست نداشتیم من شخصی یادمه که گای مثلا فرض کن آبگوش بود خیلی مذاق بچه ها با آبگوش معمولا زازگار نیست گفتیم من دوست ندارم مادرم میگفت گشتد نشده. بله برو هر وقت گشنت شد میاد. آقا یک ساعت دو ساعت میگذشت میگفتم مامان گشتم و همو آب گوشت بیا خب مدیریت بله چقدر مادرم راحت بود مادرم یک جور من به خاطر ندارم که مادرم چند جور به خاطر ت... آه. آه. یک جور اونی که گشنش بود میخورد اونی که نبود برو دو ساعت دیگه معلوم میشه گشنت نیست این جمله طلایی ها دوست نداری معلوم میشه گشنت نیست و بعدنم معلوم میشد یعنی دو ساعت بعد همون همو آبوش با میخوردیم چون معمولا غذاهای اتفاقا غذای مقوی و مفیدم خیلی باب ها بچه‌ها از... خب الان این مدیریت به هم خورده میگه دوست نداری الهی بمیرم برات برم یه غذا دیگه برات درست بکنم هم خودش سختی هم هزینه زیاد همین بچه بد عادت میشه به الان... هم پیش میاد این ما الان بید. خود شخص من به خاطر همین روشی که مادرم خودم همه مادر و پدر رو حفظ کنه انشالده. طول عمر با عزت و سلامتی نهاد بکنه به خاطر همین بعدا که من طلبه شدم طلب یکی از کاراش تبلیغ رفتنه حالا روز مختلف ما رفتیم استانها روستاها دیدم که ای من اگه مادرم اونجوری نبود الان قضا جلو مذاشتن ما انواع قضای عجیب غریب جلو مذاشتن من یه روستایی رفتم تیک از استانه که نام نمی برم گندم میپختن مثل برنج میگفتن بلغور میداشتن باید گندم پخته میخوردی اصلا آدم حالش من اگه اونجوری ریاضت نمیکشیدم بعد عادت میشدم این کارم آدم تو روستا نمیگم نمیخورم و دوست ندارم عجیبی و ناراحت مهمانی دیگه. پس اینا مدیریت دقیقاً و تربیت من در, من در, دارد یک دارد مجموعه ای به عنوان فعال فرهنگی تقریبا یکی از کارهای اون مجموعه این بود که کلاس انتقال تجربیات داشت یعنی اونایی که مثلا 10 سال 20 سال کار میومدن فقط تجربیاتش تجربیات رو میگفتن ای کاش در حالا رسانه ها فضای مجازی تلویزیون بیان پخت ولو بی سباد. ولو کم سواد که چه تجربه بسیار زیاده. من بازم به یادم اومد داره دیگه برای بینندگان خوب از خستگی در میان یه با... یه کلاسی داشتم برای همین قضیه کنترل افزایش جمعیت و ضد کنترل جمعیت که الان دیگه باب شده مم. یه کلاس به خانم‌ها داشتیم معمولا تو کلاس که صحبت می‌کردیم خانم ها نمی‌شه نمیشه و سخته و بو، بچه بالا. تو یکی از کلاس‌ها یه خانمی همونجوری نشسته بود این نه تا دا بچه داشت و شاید مثلا 60 سالش بود چقدر بود آقا هر کی هر چی میگفت نمیشه گفت هاج آقا بیخود میگم من نه تا بچه دارم شده هر چی دیدم چقدر این خوبه همیشه همراه ما باشه هر چی میگفتن این مورد نه گفت من خودم نه تا بچه بزرگ کردم این مشکل رو اینجوری حل کردم این مشکل رو نداشتم این خیلی مهمه دخترای جوان ما هم یه مقدار یکی مقدار همینجوری بار اومدن که مدیریت تصویر موارد. نسل جدید برد. اینا ببینن مواردی مصداقه های زندگی ها خانواده ها حتی سفرهایی فراهم بشه به مناطق محروم کپرنشینها، ها آدم یه استاد داشته میگفت که اوقت وقت دلتون از دنیا گرفت و سختی یه سر به بیمارستان ها بزنید روحی شکر در شما تقویت بشه به قول شما به قبرستون ها سر بزنید با آخرش مردنه بله. فرق میکنه اون هرس و ولع و چشم هم و همچشمی و اینا هم مثل شما بودن دیگه الانم هم برید قبرستون یه بار امتحان کنید نمیشه گفت اکثرا پیرن چه بسا اکثرا جوان میان بله بله. سال از دنیا رفتن در اثر حادثه به مرگ طبیعی یا غیر طبیعی اینا تأثیری میذاره یکی از همونا انتقال تجربیات حالا من چند تا نوشته بودم که دیگه نمیخوام بخونم و تعدیه یکی آره آره. آره. دو سه دقیقه میتونیم دو تا دو تا چیز دو چیز میگم یکی ده. هزینه های ناشی از تنبلی آقا هزینش از تنبلیه من خودم یه جایی کلاس دارم صبح ساعت هفت صبح از خونمون تا سر خیابونی که اتوبوس و تاکسی هست 6 دقیقه راه اتوبوس و تاکسی سوار بشم اتوبوس دو تا من تاکسی سه تا من میرم تا اونجا از اونجا که پیدا میشم تا محله کار دو سه دقیقه راهه یعنی مجموعه یک رو وقت بذارم بیام از خونه بیرون با سه تا من دو تا من حل میشه اما گایی هی عقب میندازم تنبلی میکنم آقا دیر شد اسنپ بگیر آقا اسلام میشه 15 تومن کمتر بیشتر ببینم با 5 6 برابر شد تازه گای اسلام هم دیروزود میکنه همون یه رب میرسم یعنی خیلی هم وقت صرف نمیزنی فقط هوای کم سرده بریم فلان آقا دو تومن شده 15 تومن فقط از تنبلی من خودم میگم ها وقتایی که من اسلام میگیرم صبا کاملا از تنبلیه <تصفح> یکم دیگه بخوابم هوا سرده تموم شد خب دو تومن شده 15 تومن چند برابر هفت برابر اینا رو پخش کنید خیلی موارد دوم بعضی از حضیران ناشه سهل انگاریه دندان ما میذاریم درد بگیره خراب بشه به ریشه برسه میریم خب هزینه بیشتر میشه دیگه گاهی هم میدونید وقتی درد میگیره در رها تموم شد انگار مثلا این چیزی از سر ما رفت بابا حالا فعلا اصلا دنبال مسواک آقای آقای موسوی دیگه این تاروف بردار نیست ما مسواک نمیزنیم بله <applause> ماها مسواک که هر شب حالا بعد از هر قضا هر بعد هر قضا توصیه میکنم حتی میگن یه میوه هم خوردی خب آقا هر شب مگه مسواک چقدر وقت میبره ما که وقتی که ما میذاریم که یک دقیقه هم نمیشه همینم هم دقیق میگه خب شما مسواک که نمیزنی قضاهای مزربه به دندانم که میخوری با میل و رغبت و خب بدنم میخواد وقتی هم که میشه هیت عقب میندازی یه معاینه میری هیچ چیز دیگه خزینه های سرسا میدونی خزینه دندان پزشکی بخوان یه خانواده رو بخوان چیز میگن چند میلیون باید هزینه کنیم تو یه دندون الفا صفش تومانه از سهل انگاری غذاهای ناسالم میخوریم به ظاهر لذت میبریم ولی بیماری هایی در پی داره که هزینه های سرسام آور بر ما تامین میکنه یه روایت امروز دارن که گاهی لذت یک ساعت پشیمونی یک عمر رو در مم. پی داره حالا اون در مسائل معنوی جای خودش در مسائل مادی هم همینطوره پس ما در این جلسه نخواستیم حرفی رو تحمیل کنیم یا مثالی رو حتما بگیم این مثال درسته یه مقدار دور هم که میشینید بعد از اینکه حرفاتون رو زدید و گفتگوهای سیاسی فرشاتون هم دادید به مقصرین بشینید و تجربیات رو انتقال اینو کم کنیم تا اونجایی که میشه بزنیم که این دخل و خرج این از این گردنه اقتصادی فشارم انشالله انشالله, انشالله به عنایت خدا و ما زمان و اهل بیت که ما توسل دائم باید داشته باشیم این کشور شیعه این کشور ایران که خب کشور و کشور اطراف هم از ظلم ظالمین هم از بی کسانی که اهل تدبیر نیستن احیانا از خیانت خائنین این رد کنه و در نهایت ما هرچه زودتر به ظهور برسیم ظهوری که اللهم اغن کل فقیر اونجاست محقق خوش. همه فقرا بی نیاز میشن تا به حدی که روایت داره که زکات میارن میگه ما به کی بدیم نداریم مم. کسی که زکات بدیم یعنی برکات آسمان و زمین شکوفا میشه و همه نه تنها در نعمت باطنی ولایت و حکومت حضرت حتی از ظاهری هم در رفاه و معیشت وسیع قرار میگیرن انشاءالله به امید اون روز که اون روز انشاءالله دور نباشه خیلی ممنونم از لطفتون و امیدوارم که بهره میبرن دوستان و واقعا نکته بسیار مهمی است انتقال تجارب از نسل قدیمی که به هر حال این مباحث رو نظاهرش رو پشت سر گذاشتن به جوانترها خیلی نکته بسیار مهم و دوست داشتنی است ضمن اینکه برکاتی من این جمله دوری از غیبت و دروغ و تهمت هم سال اینها هم داره ممنونم از جناب آقای وافی و شما بینندگان یک فاصله تقدیم شما خوبان o oh. امیر کلام وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید شکر عالم بر علمش مانند این است که علمش را در اختیار دیگران قرار دهد و آن را در اختیار سزامندانش یعنی کسانی که نیاز دارند و سزاوار این علم هستند اگر عالم و دانشمند هم علمش رو در اختیار کسان دیگری قرار بده که سزاوار داشتن این علم نیستند من یک ترفندی یک مطلب خوبی یاد گرفتم و باید به دیگران نشر بدم و به دیگران برسانم اما اگر به نااهل بدم می شود بمب به هیروشیما اگر من این رو به نااهل بدم می شود چاقوی در دست کسی که میخواد قتلی رو انجام بده اگر این علم من به نفع مردم نباشه در اصل من هم پام در نشر اون گیره پس شکر عالم به علمش اینه که علم رو به دست اهلش برسونه لذا در کلام حضرات معصومین صلوات الله علیه داریم که خیلی وقتها مطالب تاریخ ما مطالب سیره ما مطالب زندگی ما رو به نااهلان ندهید و ملعون است آن که اسرار ما رو فاش کند انشاءالله جز آدم باشیم که سنجیده عمل میکنیم. این سنجیده عمل کردن هم خیلی نیاز حقیقی ماست و از خدا بخواهیم یه وقتهایی یه سری دعاها قشنگه با مفهوم خاصه در خونه خدا توی این لحظات زیبا و عرفانی از خداوند متعال بخواهیم که به ما فهم عنایت بفرماید که بتوانیم خوب رو از بد تشخیص بدیم از همه التماس دعا دارم ممنونم از همراهی شما در این روز عزیز فراموش نفرماید رأس حاجتاتون دعا برای فرج از توجت باشه همه رو به خدای منان من می سپارم. یا علیمت